محافل علمی جهان همجنسگرایی را بیماری نمی دانند. اما در ایران شرایط فرق می کند. همجنسگرایان از ایران می گریزند. هم از ترس مجازات، هم از ترس درمان اجباری. تغییر جنسیت. با دو نفر از آشنامون که با اونا در ارتباط بودن اومدن تهران. اونا بعد از یه چند مدت پیداشون میشه شروع میکنن به فشار و اینا که یا باید تغییر جنسیت بدی یا باید ما از بینت میبریم. مقامات در ایران میگویند به افرادی که تصور میکنند با جنسیت اشتباه به دنیا آمدن کمک میکنند. اما همجنسگرایان مرد و زن معتقدند آنها هم به تغییر جنسیت ترغیب میشوند. به عنوان درمانی برای همجنسگرایی. به ما بخشنامه شده که اگه به ما مراجعه شد بگیم که مریضن و باید درمان بشن. حالا میاد یه قانونی کنار این به شما میگه اما شما میتونین جنسیتتون رو عوض کنین و زندگیتون رو بکنین. به این معنی این اجبار رو جلوی پای شما گذاشتن. اجبار یک انتخاب. من علی همدانی هستم. به ترکیه آمدم تا با همجنسگرایان تازه از ایران خارج شده ای ملاقات کنم که جراحی های تغییر جنسیت در ایران را زیر سوال میبرند. همشون ماها به قول معروف توی ایران موش آزمایشگاهی هستیم. روی ما همه کار میکنن. هرگز فکر نکردی که شاید به عنوان یه مرد همجنسگرا همچنان بتونی تو جامعه ایران زندگی کنی بدون عمل کردن؟ نه دیگه، بعد از تایید روانپزشکم فکرم من یه ذره باید چنج بکنم. قبلش چرا؟ قبلش فکر میکنم هستم، ولی خب فلات آناتولی، قلب ترکیه، سوار بر قطار. این خط راه آهن تهران پایتخت ایران را به شهر کایسری در ترکیه وصل می‌کند. این خط آهن و این قطار فقط برای توریستا یا کسایی که میرن خانواده‌هاشون ببینن یا برای تجارت استفاده نمیشه. برای خیلی ها یعنی فرار از زندگی که در ایران جاش میذارن و دیگه نمیتونستن تحملش. یکی از مسافران این قطار جوان 29 ساله است که چند ساعت پیش تمام زندگیش در تهران را رها و سوار بر این قطار ایران را ترک کرده. رها، نام مستعاری که ما برایش انتخاب کردیم، میخواهد هویتش محفوظ بماند به خاطر خانواده‌اش در ایران، همان خانواده‌ای که آنها را ترک کرده چون نه آنها و نه ایران هویت جنسیش را قبول نمی‌کردند. رها همجنسگراست، گی. حرفای رها را برای محفوظ ماندن هویتش با صدای فرد دیگری میشنویم. بهشون گفتم دارم میرم درس بخونم. خب در واقع اینطور نبود، ولی راستشو نمیتونستم بهشون بگم. حداقل دلشون خوش بود که میگن رفته درس بخونه. چقدر سخت بود کندن از خانواده، فامیل، خدافظی لحظه آخر؟ خیلی سخت بود. یک ماه قبل از اینکه بخوام بیام بیرون خیلی بهش فکر میکردم. تا لحظه آخر به هیچ کس نگفتم. نمیخواستم کسی رو ناراحت کنم. آخرش بهشون گفتم که باید برم. لحظه آخر خیلی دردناک بود. اصلا ساده نیست که دوستاتو ول کنی، خونه، اتاق خواب، خانوادتو بذاری و بیای. خیلی سخت بود. رها با استفاده از گوشی تلفن همراه خود از آخرین لحظات حضور در شهر و دیارش تهران این تصاویر را به یادگار گرفته. امروز روز آخرمه تو تهران. دو ساعت دیگه مونده که برم. هم خوشحالم هم خیلی ناراحت. ناراحت به خاطر اینکه دارم کشورمو ترک میکنم. خوشحال چون دارم برای یه زندگی بهتر میرم. این ایستگاه قطاره. وقت رفتنه. خداحافظ ایران. خداحافظ تهران. این قطارمونه. این آخرین ایستگاه تو ایرانه قبل از مرز. الان تو ترکیه هم. این قطار ترکیه است. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره همونطور که میخوام. رها،
تو فقط مرز جغرافیایی رو رد نکردی از ایران بیای بیرون بیای ترکیه، تو مرزهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو هم پشت سر گذاشتی. تنها دلیلی که این سفر رو شروع کردم اینه که تو کشورم اونطوری که هستم قبولم نمی کنن. یه جوری باهات برخورد می کنن که انگار غریبه‌ای، متفاوتی. خانواده‌ام کلن باهم خوب بودن، ولی هیچ وقت در موردش حرفی نزدیم. به طور کلی خانواده های ایرانی با مسئله همجنسگرایی کنار نمیان. برای رها همانند بسیاری دیگر که پیش از او همین سفر را پیش گرفتند، ترک ایران کم خطرترین گزینه است. گزینه هایی که داشتم اولیش این بود که با یه خانم ازدواج کنم. خیلی پیش میاد با یه خانم ناچارن ازدواج کنی و باهاش زندگی کنی برای یکی دو سال. من خودم دوستایی داشتم که ازدواج کردن، همینطوری 5-6 سال زندگی کردن و بعد مجبور شدن طلاق بگیرن. اگه پیش یه روانشناس بری معمولا میگه تو مریضی، بیماری روانی داری و باید درمان بشی. خیلی وقتا بحث دین رو مطرح میکنن، میگن میفرستیمت پیش یه روحانی و اون میتونه راهنماییت کنه و درست میشی و خلاصه از اینجور چیزا. یه گزینه دیگه هم جلو روت میذارن، اینه که تغییر جنسیت بدی. میگن اگه اصرار داری که اینطوری باشی میتونی تغییر جنسیت بدی، بهترین درمان برات تغییر جنسیت. من همجنسگرایی رو میشناسم که این گزینه رو جدی گرفتن. خودت چقدر به این مسئله فکر کردی که تغییر جنسیت بدی؟ آیا ممکن بود هرگز این اتفاق بیفته اگر ایران میموندی؟ نه، من هیچ وقت نخواستم تغییر جنسیت بدم. همیشه گفتم باید راه حل بهتری وجود داشته باشه. اصلا نمیتونستم بفهممش. ترجیح میدادم بمیرم ولی این اتفاق نیفته. قصه زندگی رها روشن میکند که در ایران نمیشود آشکارا به عنوان یک مرد یا زن همجنسگرا زندگی کرد. حتی روشن میکند که در ایران جراحی تغییر جنسیت به عنوان یک درمان برای همجنسگرایی پیش پای افراد قرار میگیرد. از خیلی جهات میشه گفت که رها یکی از خوشبخت هاست. البته یک گزینه ای که انتخاب کرده سخته. البته که سخته که آدم مملکت، خانواده، خونه، خاک خودش رو ترک بکنه، ولی حداقل میتونه اینجوری سرنوشتی که براش غالب گیری شده یه جوری رها بشه. سفر سه روزه رها در قلب ترکیه در شهر کایسری به پایان میرسد. کایسری حالا خانه تازه اوست، جایی که قرار است سالهای نامعلومی منتظر بماند تا درخواست پناهندگیش در یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی پذیرفته شود. رها گفت که این سفر ارزشش را داشته. دست کم گی بودن در این کشور در ترکیه غیر قانونی نیست و ایرانی ها برای ورود به ترکیه ویزا نمی خواهند. آخرین آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که 9000 ایرانی پناهجو در ترکیه به سر می برند. معلوم نیست چه تعداد از این رقم همجنسگرا هستند و به آن دلیل دنبال پناهندگی بودند. روی این کشتی مسافربری در تنگه بوسفور در استانبول سهیل را ملاقات میکنم، جوان 21 ساله و همجنسگرا که ایران را یک سال پیش ترک کرده. بعد از اینکه از ایران خارج شدم این اولین دریاییه که دیدم بعد از دریای شهر خودم. چقدر دلت برای ایران تنگ شده و بندر عباس؟ یعنی نمیتونم بگم چقدر، چون شهریه که توش داده شدم، شهر مادریمه. خیلی دلم واسه خاطراتش تنگ نمیشه، چون هرچی خاطرات داشتم و نداشتم یعنی باز آزار اذیت هم میشد. درست مثل رها برای سهیل هم ترک ایران آخرین گزینه بود. وقتی پدر و مادرش فهمیدند که او همجنسگراست، او را سراغ روانشناس‌های مختلف فرستادند و این راه حل را پیش رویش گذاشتند که جنسیتش را تغییر دهد. با دو نفر از آشنامون که با اونا در ارتباط بودن اومدن تهران، نشستن یه جلسه گذاشتن با هم صحبت کنن راجع به من
که ببینن چیکار میکنن، که تصمیم گرفتن یا فشار بیارن من جراحی کنم یا اینکه منو بسپارن دست اونا و ببرن از تو خانواده من حذفم کنن. سهیل واقعا فکر کردی میکشنت؟ اونا بعد از یه چند مدت پیداشون میشه شروع میکنن به فشار و اینا که یا باید تغییر جنسیت بدی یا باید ما از بینت میبریم، یعنی نمیذاریم واقعا تو این فامیل و خانواده زندگی کنی دیگه. در سایه همین تهدیدها تغییر جنسیت سهیل قطعی میشود، برگه ها امضا و روز عمل جراحی تعیین میشود. سهیل در خانه تحت نظارت شدید خانوادش قرار میگیرد. فقط یک روز قبل از تاریخ عمل با کمک دوستانش موفق به فرار می شود. برایش بلیط هواپیما می خرند و او به ترکیه می گریزد. پس اگر در ایران می موندی عملو انجام داده بودی الان زن بودی؟ اگه معلومه 100% بل اجبار خانواده هستم، راه دیگه ای نداشتم، یا باید قبول می کردم تغییر جنسیتو یا اینکه سربنیست می شدم. سوال، بعضی این حرفت رو قبول ندارن، میگن همچین خطری در ایران وجود نداره که یک همجنسگرا ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که مجبور شه تغییر جنسیت بدن. خب اگه من میخواستم برم پیش پلیس ابراز کنم که من یک همجنسگرام، خب منو میگره بهتر زودتر از خانواده سرو نیستم میکرد. اگه اجبارم من راحت میتونستم آزادانه برم پیش به پلیس بگم آقا خانواده من میخواد به زور منو اجبار کنه که چون من همجنسگرا هستم باید بری تغییر جنسیت بدی، یک جنسیت واسه خودت انتخاب کنی در هر صورت. خب این که بخوای با همجنس خودت بری ما نمیتونیم بپذیریم. گفتگو با سهیل آدم رو با جنبه‌های مختلف فشاری که صحبتش هست آشنا می‌کنه. اینکه این فشار میتونه چقدر شدید باشه، اینکه میتونه جنبه‌های مختلفی داشته باشه، میتونه از طرف خانواده وارد بشه، از طرف اجتماع، از طرف حکومت، محیط، نیروی انتظامی، چقدر ممکنه شرایط خشونت‌آمیزی باشه. برای سهیل فقط 3 گزینه وجود داشته: تغییر جنسیت، ترک ایران یا خطر مرگ. ایران یکی از 7 کشوری است در جهان که همجنسگرایی در آن اعدام دارد. برخلاف دنیای آزاد که همجنسگرایی را گرایش عادی می‌دانند و با پیشرفت علم به این نتیجه رسیدند که گرایش به همجنس بیماری نیست، سیاست رسمی در ایران همچنان همجنسگرایی را بیماری و انحراف جنسی می‌داند و قابل مجازات. تعداد دقیق اعدام‌ها به جرم رابطه جنسی با همجنس یا آنطور که گفته می‌شود لواط مشخص نیست، چون به گفته سازمان‌های حقوق بشری ایران برای جلوگیری از اعتراض نهادهای بین المللی افراد را به جز لواط به چند جرم دیگر هم متهم می کند و حکم فساد فی الارض را صادر می کند. این تصویر مشهورترین نمونه اعدام‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری می گویند به جرم همجنسگرایی در ایران رخ داده. 2 نوجوان در سال 1384 در مشهد اعدام شدند. ایران می گفت به یک بچه 13 ساله تجاوز کردند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گفتند تجاوزی در کار نبوده، این 2 صرفاً همجنسگرا بودند. برخورد ایران اما با ترانسکشوال‌ها یا دیگر جنس‌گونه‌ها متفاوت است. آنهایی که می‌گویند اساساً در بدن اشتباه به دنیا آمدند، یعنی حس می‌کنند باید زن می‌بودند اما مرد شدند یا برعکس. آنچه عوام در ایران به اشتباه 2 جنس نام گذاشتند. ایران این به اصطلاح ناهمگونی جنسی را به رسمیت می‌شناسد. در دهه 60 خورشیدی مردی که سالها حتی از پیش از انقلاب می‌کوشید تا مقامات ایرانی را قانع کند که احساسات زنانه دارد اما مرد به دنیا آمده، موفق به دیدار با آیت الله خمینی می‌شود. سرانجام بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران فتوایی صادر می‌کند و اجازه عمل‌های تغییر جنسیت را به آنها که به گفته او آشفتگی جنسی دارند می‌دهد. برخورد ایران با همجنسگرایان از یک سو خطرها و تهدیدها و قانونی شدن تغییر جنسیت در ایران از سوی دیگر میتواند روشنگر این باشد که چه میشود که برخی از همجنسگرایان هم قدم به راه بی بازگشت تغییر جنسیت میگذارند. من سال هاست که مسائل مربوط به همجنسگرایان رو خصوصا در داخل ایران وقتی که خودم ایران بودم دنبال میکردم و سعی میکردم قصه هاشون رو ضبط بکنم. همیشه یک دشواری عمده وجود داشت، اونم دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و گرفتن تاییدیه های دولتی بود. اینکه واقعا در داخل حکومت چی میگذره، چه تصمیماتی وجود داره و اونها نگاهشون به مسئله همجنسگرایی چی هست رو دست کم ما نمیتونیم از زبون خود دولت بشنویم. با این همه اینجا در استانبول موفق شدم بر حسب اتفاق
کسی رو ببینم که در داخل یکی از مراکز دولتی مرتبط با بهداشت کار میکنه و قبول کرده که به شرط حفظ هویتش با ما گفتگو کنه. شبنم، روانشناس، در یک کلینیک اختلالات روانی در ایران کار میکند. اون مراجعین بسیاری داشته که با هویت جنسی خود دست و پنجه نرم میکردند. برای حفظ هویت او در ایران حرفایش را با صدای فرد دیگری میشنویم. وقتی که مراجعین همجنسگرا داریم به شما گفتن چی بهشون بگیم؟ به ما بخشنامه شده که اگه به ما مراجعه شد بگیم که مریضن و باید درمان بشن. ما اول معمولاً ارجاعشون میدیم به یه روحانی یا کارشناس اخلاق اسلامی که بهشون بگن اعتقاداتتون ضعیف شده. مثلا بهشون میگن نمازتون رو درست بخونید و از این توصیه ها. در سیستم پزشکی ایران بنا رو بر این میذارن که همجنسگرایی بیماری جنسیه. درمان ها بر این اساس تجویز میشه. فرق میونه گرایش های جنسی در ایران مشخص نیست. تمام تلاششون رو میکنن که بگن گی ها و لزبیان ها در جامعه نرمال نیستن و باید تغییر جنسیت بدن. در بسیاری از کشورها تغییر جنسیت شامل جلسات متعدد مشاوره روانشناسی، دوره‌های دریافت هورمون و عاقبت معمولاً انجام عمل جراحی بسیار پیچیده و بی بازگشت تغییر جنسیت می‌شود. دولت جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که به بی بی سی اجازه فعالیت آزادانه در ایران را نمی‌دهد. ما برای این فیلم قادر به کار و فیلمبرداری در داخل ایران نبودیم، اما این تصاویر در سال 1384 توسط بی بی سی در ایران ضبط شده. جمع‌آوری اطلاعات قابل استناد درباره تعداد جراحی‌های تغییر جنسیت در ایران بسیار مشکل است. با این همه در آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط پزشکی قانونی ایران تعداد عمل‌های تغییر جنسیت در این کشور بین سال‌های 1385 تا 1389 از 170 به 370 جراحی در سال رسیده. اما یک جراح شاغل در بیمارستان‌های ویژه این عمل‌های جراحی به ما گفت تعداد بیشتر از این حرف است. او گفت که فقط خودش در سال گذشته بیش از 200 عمل جراحی انجام داده. شبنم از جمله آن افراد است که تعداد بالای جراحی ها در ایران نسبت به جهان نگرانش کرده. کلی هم وعده و وعید میدن. میگن خیلی ساده است. قول میدن همه مدارک شناسایی رو عوض میکنن. شناسنامه جدید میدن. حتی اگر مثلا مرد هستن میگن بهت مجوز میدیم قبل از جراحی با لباس زنونه بگردی. وعده وام و پرداخت هزینه های جراحی رو هم میدن. حکومت در ایران میگوید به ترانسکشوال ها یا آنطور که خطابشان میکند دو جنسه ها کمک میکند. میگوید با تسهیل جراحی هایشان امکان زندگی تازه در جنس تازه را فراهم میکند. فعالان حقوق بشر میگویند در اینکه افراد ترانس وجود دارند شکی نیست، اما نگرانی آنجا آغاز میشود که از جراحی های تغییر جنسیت سوء استفاده میشود و این جراحی پیش پای کسانی گذاشته میشود که اصلا ترانسکشوال نیستند، بلکه ذاتا هم جنسگرا به دنیا آمدند. در ایران ترجمه ها و کتاب های دانشگاهی سانسور میشن و بسیاری از استادا درباره این مسئله حرف نمیزنن. اولا به خاطر اینکه اطلاعات کافی درباره همجنسگرایی ندارن و دوم اینکه میترسن دربارش حرفی بزنن. افرادی مانند شبنم از داخل سیستم بهداشت و درمان در ایران که بیایند و در این باره صحبت کنند کمند و به سختی قابل دسترسی. آنچه او به دست می‌دهد این است که چطور مردان و زنان همجنسگرا با گزینه تازه‌ای در زندگیشان روبرو می‌شوند، تغییر جنسیت. چرا اصلا می‌خواید در موردش صحبت کنید؟ چرا می‌خواید مسئله رو باز کنید؟ وضعیت خیلی نگران کننده است. من آدم سیاسی نیستم، اما این نقض حقوق بشره، این خشونته. ناراحت کننده اینه که سازمان ها و نهادهایی که وظیفه دارن کارهای انسانی و درمانی بکنن طرف حکومت رو میگیرن و به جای اینکه با دانش روز پیش برن جوری رفتار میکنن که نظام دیکته کرده. خیلی از کسایی که تغییر جنسیت دادن و سراغ ما میان راضی نیستن. بدن تازهشون رو دوست ندارن. افسرده شدن. من مواردی رو سراغ دارم که خودکشی کردن. به خاطر اینکه از آیندهشون در جامعه و خانواده‌شون می‌ترسیدن. دوباره کایسری، قلب ترکیه، شهری که مقامات اداره مهاجرت ترکیه بسیاری از پناهجویان ایرانی را در آن اسکان می‌دهند.
آرشام پارسی بار دیگر به این شهر آمده. او گی یا همجنسگراست، مقیم کانادا و سازمان مردم نهادی را برای کمک به همجنسگرایان، دوجنسگرایان و ترانسکشوال های ایرانی ترتیب داده. او خودش ایران را در سال 84 ترک کرد به دنبال فعالیت های زیرزمینی برای حقوق همجنسگرایان و خطر دستگیر شدن. این فقط یه خط راه آهن نیست که از تعداد آهن و پیچ مهره درست شده باشه. این راه آزادی خیلی از ما دگرباش ها، خیلی از ما همجنسگراها، دوجنسگراها و دگرجنسگاهای ایرانی هست که توی ایران ترس موجهی داشتیم که مورد آزار و اذیت قرار بگیریم به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی ما و مجبور شدیم از کشورمون خارج شیم، سختی خیلی زیادی تحمل کنیم فقط به خاطر زنده بودن و حق زندگی کردن. من خودم موقعی که اومدم با قطار اومدم، وقتی یکی از سخت‌ترین و پراضطراب‌ترین لحظات زندگی من زمانی بود که می‌خواستن مهر خروج رو بزنن، چون من نمی‌دونستم هنوز ممنوع خروج شدم یا نه. و وقتی که مهر خروج توی پاسپورت من زدن و اسم من رو صدا کرد، پاسپورتم رو من داد، من بی اختیار روی صندلی افتادم و یه خانمی کنار من بود گفت تموم شد. آرشام پارسی میگوید او هر هفته با صدها درخواست فوری برای کمک از داخل ایران روبروست. خیلی وقتا شده من با دوستان نشستم، بعد از حالا یکی دو ساعت صحبت کردم، اون فرد خیلی احساس اعتماد و امنیت میکنه و به من میگه که من یه همجنسگرا بودم، ولی خب اون موقع اطلاعات ما کافی نبود. خب معمولا هم وقتی که یه ذره راحت باشه این حرف رو میزنه، معمولا سعی میکنن نگن این حرف رو، چون هزینه زیادی براش پرداخت کردن. سال 2004 سازمان ما یک تحقیق داشت در ارتباط با کسانی که تغییر جنسیت دادن. اون تحقیق آکادمیک نبود، علمی هم نبود، فقط برای اطلاعات داخلی سازمان بود و این نتایجش خیلی تعجب آور بود که 45% اون افرادی که تغییر جنسیت دادن دگر جنسگونه نبودن. 45% یعنی کمی کمتر از نصف. یعنی اونها همجنسگرایانی بودن که به خاطر داشتن یک ذره آزادی بیشتر تغییر جنسیت دادن. خیلی قشنگ هست. شاید شما تصور کن که 16-17 سالت هست، 18 سالت هست، همیشه در درونت این حس رو داشته که من یک احساسی دارم، چرا من مثلا از پسرها خوشم میاد، و یه دفعه یه نفر بهت برسه بگه که جواب تمام این سالها و تمام این نگرانی ها و ناراحتی ها پیش منه، تو یک زنی در درون شما وجود داره که باید اونو بیرون بیاری. خب این فرد تصور میکنه که مشکل من حل شد، من مریضم و میره تغییر جنسیت میده و باور داره که باید تغییر جنسیت بده، ولی بعد از این مدت میفهمه که اشتباه کرد. وقتی صحبت از اجبار میشه منظور درست چیه؟ منظور اینه که مثلا دستگیر میکنن آدم ها رو میبرن اتاق عمل، یا منظور از اجبار به تغییر جنسیت این هست که جامعه، خانواده، مردم، دولت، دکتر، همه و همه تمام تلاششون رو بکنن که خواسته خودشون که عوض کردن این فرد باشه به اجرا در بیاد. یعنی که وقتی که من به عنوان یک فروشنده معمولی توی ایران نخوام بفهمم که یک نفر همجنسگرا هست، تمام تلاشم بکنم که همجنسگرایش از بین بره. بهم میگن هوموفوبیا. عملا اینها ترس از دیدن همجنسگراها و آدمهای متفاوت اطرافشون و اینکه برید عوض شید، تغییر جنسیت شید، بشید یک زن و مرد معمولی که من تو خیابون ببینم و تعجب نکنم. قطار دیگری از ایران رسیده. آرشام پارسی در پارکی در کایسری مشغول گفتگو با تعدادی از اقلیت‌های جنسی پناهجو در این شهر است. زندگی در ترکیه اصلا آسان نیست. ممکن است روند پناهجویی و اسکان در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا سالها طول بکشد. پناهجویان اجازه کار ندارند. برای پناهجویان همجنسگرا کایسری میتواند جهنم باشد، شهری مذهبی و به شدت محافظه‌کار. خب ترکیه کشور مذهبی هست، مردمش بسیار مسلمان هستن، معتقد هستن. من خودم کایسری که بودم، پناهنده که بودم، توی کایسری زندگی میکردم، کتک خوردم، شونم در رفت. واسه چی؟ هنوز نمیدونم واقعا، ولی فکر میکنم به خاطر که واقعا خارجی بودم. شاید اونا اصلا نمیدونستن که منم گی هستم، شاید هم میدونستن، نمیدونم. ولی یادم میاد وقتی که رفتم اداره پلیس شکایت کنم، گفت که اینجا کایسری هست، ما گی نداریم، شما خارجی هستید، تو خونه بمونید، بیرون نیاید. و حدود 2 ماه من و یکی از دوستانم از خونه بیرون نیومدیم. حتی به دوستان دیگه همون زنگ میزدیم که مثلا برای ما حالا نون یا آب یا هر چیز دیگه بخرم بیارم. خیلی سخت بود. و الان هم دوستای من که اینجا هستن، حالا شهرهای دیگه یه ذره شرایطشون فرق داره، ولی توی کایسری همیشه من بهشون توصیه میکنم که
شما سالها توی ایران زندگی کردید، یک سال دو سال دیگه هم توی ترکیه هستید. خواهش میکنم فکر کنید هنوز توی ایران هستید. با وجود همه مشکلات، ترکیه همچنان آسان‌ترین راه فرار از ایران است و برای همجنسگرایان در بعضی شهرهای ترکیه زندگی در مقایسه با ایران میتواند به مراتب راحت‌تر باشد. جشن افتخار همجنسگرایان استانبول، این شهر در پذیرش همجنسگرایان در جهان اسلام یکتاست. آنقدر رنگی و پر از امکانات که بسیاری از همجنسگرایان در منطقه خاورمیانه نه لزوماً برای پناهندگی که برای چند روز راحتی از قوانین سخت و زندگی خطرناک در کشورهای خودشان به اینجا می آیند. حضور در یک همچین جمعی برای ایرانیایی که اینجا هستند اتفاق غیر معمول و فوق‌العاده‌ایه ها. وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن در چند کیلومتری، چند صد کیلومتری این شهر همجنسگراها داخل ایران اعدام ممکنه بشن، ولی خب اینجا دست کم تو این کشور اسلامی میتونن در یک همچین تظاهراتی که چند ده هزار نفر توش دارن شرکت میکنن حضور داشته باشن و شعار بدن. واقعا احساساتی شدم، خیلی خوشحالم. دفعه اول که مردم دست دادم من رو باقا هم دوست کردم، خیلی خوشحالم. واقعا امیدوارم یه روزی اتفاق توی ایران بیفتن و همه نه تنها LGBT ها، همه آزادان و جوری که میخواد زندگی در میان تظاهر کنندگان شادی امین هم حضور دارد، از مشهورترین فعالان همجنسگرای ایرانی. سال هاست در آلمان برای حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران مبارزه می‌کند. باعث حسی که همه اینا که می‌بینن که ایرانی ها اینجا هستن، حتی ترک ها ایرانی هایی که اومدن، حس اون و حس تشویقی که اونا حضور ما رو می‌کنن خیلی عالیه. من فکر همه دارن حال می‌کنن، همه. ترس ها اینجا هم تمامی ندارد. کیلومترها دورتر از ایران هنوز باید هویت جنسی را پنهان کرد. همجنسگرایان ایرانی تظاهر کننده ماسک بر صورت دارند. شادی امین معتقد است زندگی زیر فشار به عنوان یک همجنسگرا در ایران و بیماری تلقی شدنش سبب شده بسیاری از همجنسگرایان همیشه چوب اجبار به تغییر جنسیت را بالای سر خود حس کنند. اجبار به این معنی است که در مقابل اعدام و مجازات قانونی که برای همجنسگرایان تعیین کردن، شما رو بهتون امکان عمل تغییر جنسیت رو میدن، میگن این کار رو میتونید بکنید. و تو جامعه هم بحث سر این هست که اینا آدم های بیماری هستن، در واقع به لحاظ فیزیکی مشکل دارن، دچار اختلال هویت جنسی هستن و با این مفهوم در واقع به شما حق میدن که مرد یا زن مطلوب تعاریف حاکمیت بشین. در واقع شما هر وقت خارج از این چارچوب ها قدم ور میدارین، یعنی زنی که به مردان علاقمند نیست بلکه به زن هاست، یا مردی که به زنان علاقمند نیست بلکه به دوست داره که با یک مرد زندگی بکنه، شما پاتون رو از این چارچوب ها خارج کردین و از نظر قوانین ایران مشمول مجازات هستین. حالا میاد یه قانونی کنار این به شما میگه ما شما میتونین جنسیتتون رو عوض کنین و زندگیتون رو بکنین. به این معنی این اجبار رو جلوی پای شما گذاشتن، اجبار یک انتخاب. به دور از هیاهوی جشن افتخار همجنسگرایان، شادی امین و همکارانش کنفرانس مطبوعاتی را برگزار می‌کنند برای جلب توجه بین‌المللی به دغدغه زندگی اقلیت‌های جنسی در ایران. I want to thank the organizer of Pride here in Istanbul to give us the possibility to be here today. این کنفرانس به این دفتر برگزار میشه که گفته بشه این رو بیند جمعه جده ایران به هشت ترانسکشوال ها نیست. ترانسکشوال ها به خاطر قوانین مشکلات زیادی در ایران دارن و اون مشکلات رو هم بهش توجه. این کافیه با پنج نفر که این عمل رو کردن شما مصاحبه بکنید. فقط سر عملهای پزشکی نیست، سر برخورد جامعه هست، سر برخورد آموزش پرورش، نیروهایی مثل نهاد پزشکی ایران و روان پزشکان هست به این مسئله، مثل نهادهای قانونی، مثل نیروی انتظامی و دادگاه ها هست. بسیاری در جهان معتقدن، غیر ایرانی ها، که ایران بهشت ترانسکشوال هاست، بهشتیست برای
عملهای تغییر جنسیت؟ من برای بهشت مفهوم دیگه ای دارم. ایران حتی بهشت افراد عادی که به اصطلاح تو همه این چارچوب ها دارن ایفای نقش میکنن هم نیست. جامعه ایران اساسا بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی انسان ها رو ازشون سلب کرده. حالا اگه شما گی یا لزبیان، یعنی در واقع یک همجنسگرای مرد یا زن باشید یا یک ترانسکشوال باشید، شرایط بسیار بدتری دارید. یک ترانسکشوال زمانی میتونیم از این حرف بزنیم که بهشت هست جایی که بتونه این فرد اونجا آزادانه زندگی بکنه، خوشبخت باشه، از شادی ها و لذایز زندگی استفاده بکنه، با هر کسی میخواد بهش عشق ببرزه و یک زندگی حداقل انسانی رو ازش بهره مند باشه. ما با چنین شرایطی تو جامعه ایران برای ترانسکسوئل ها روبرو نیستیم. پیدا کردن یک ترانسکسوئل ایرانی که تغییر جنسیت داده باشد و بخواهد تجربه اش را بازگو کند بسیار مشکل بود. اما در کایسری موفق به دیدار مریم شدم. 37 ساله که 5 ماه پیش از ایران خارج شده. اطلاعات دست اول او از روزهای زندگی در ایران و سرانجام جراحی تکان دهنده است. خب از همون موقع بود که یعنی از خیلی سن پایین فهمیدم که با بقیه متفاوتم. همه از دخترها میگفتن یا همه از فاعل بودن تو سکسشون میگفتن، ولی من برات مونده بودم، خیلی خجالت میکشیدم، چون خب منم دوست داشتم به جنس مقابل خودم، به پسر علاقه داشتم، به دخترها هیچ علاقه ای نداشتم. و برسیم به دوره نوجوانیت، چطوری بود؟ یه هرچی سنم میرفت بالا، حرکاتم برای بقیه قابل تحمل نبود، راه رفتنم، حرف زدنم، صدام نازک بود، خندیدنم، غذا خوردنم، حتی یه جورایی همین گفتن چرا این اینقدر سوسوله یا چرا اینقدر تمیزه، یه حالت این تیپی بود. تو خیابونم همین جور بود، نیرو انتظامی همیشه منو میگرفت تو دختر یا پسری، با اینکه اونقدر من آرایش میکردم، سعی هر کاری میکردم سعی کنم، ولی این با من بود همیشه که تو دختر یا پسری. این چیزی که هست دیگه عادت کردم، از بس تحقیر و توهین و این شبیه دختر است، تنبیه بود، توهین بود، خشونت بود. مدارک تحصیلی مریم وقتی پسری بود به نام ایمان دریچه‌ای باز می‌کند به زندگی متفاوتش. وقتی ایمان نوجوان و یکی از دوستانش که مشابه خودش بود بزرگتر می‌شدند، سوالات بسیاری درباره هویت جنسیشان برایشان مطرح بود. و ایده تغییر جنسیت از کجا اومد یهو؟ ما خیلی دکترهای روانپزشک رفتیم، یه سریاشون قبول می‌کردن، یه سریاشون قبول نمی‌کردن. روانپزشکی هر کدوم یه چیزی میگفتن، هر کدوم یه مدل بود، میرفتم هیچ فایده‌ای به حال من نداشت. یکی قرص میداده که میگم شوک الکتریکی بهت بدیم، یعنی شوک من شنیده بودم خیلی بده، و مخفیانه هم بود. با هم رفتیم روانپزشک، بعد گفت میتونیم تغییر جنسیت بدیم، میشه بعد هورمون تراپی شروع کنیم، قرصای کوچیکی بود و این حس خیلی خوبی به من میداد. سینه‌ام یه کوچولو شروع کرد بزرگتر شدن، بعد از چند وقت دیدم موهای بدنم نازک‌تر میشه، چون تو داشه پرپشت‌تر میشد موهای بدنم و این حس خیلی خوبی بهم میداد و این برای پارتنرایی هم که من انتخاب میکردم جذاب‌تر بود. سرانجام گزینه تغییر جنسیت را یک دکتر روانپزشک به مریم که آن موقع هنوز ایمان بود پیشنهاد کرد. او به ایمان گفت که 98% زن است. شروع کردم حرف زدم، بلافاصله گفت 98% دختری، 2% پسری. استارت این شد که ما بخوام جرأت کنم به خانواده بگم و استارت این شد وقتی اونم تایید کرد و میتونیم با عمل اون 2% تبدیل کنیم به زن، ولی نمیتونیم 98% رو برگردونیم پسر بکنیم. ایمان 25 ساله بود که به اتاق عمل رفت. چند ساعت بعد ایمان به مریم تبدیل شده بود. وقتی باندا رو باز کردن، دوره نقاهت تموم شده بود، باندا رو باز کردن، خودت تو آینه دیدی، چطوری بود؟ احساس کردم ناقص شدم. اون چیز که دیدم به نظرم خیلی وحشتناک و نرمال بود. چراشو نمیدونم، خب بود دیگه، شکل خیلی وحشتناکی داشت.
این دقیقا همون چیزی هست که مقامات در ایران میگن، میگن که ما به افرادی که تغییر جنسیت میدن اوراق و هویت هم میدیم، حتی این رو به عنوان یک برگ برنده اعلام میکنن که میگن این در ایران فوق‌العاده هستش. این گذرنامه مریم هست، وقتی که پسر بود، وقتی که مرد بود، با نام ایمان که کنسل هم شده، باطل شده و این گذرنامه رو بهش دادن با نام مریم و نوشته شده که خانوم هست و هیچ اشاره‌ای هم در گذرنامه این مرگ هویتی نشده که او عمل تغییر جنسیت داده، و این دقیقاً چیزی هستش که مقامات در ایران میگن برگ برنده اعمال تغییر جنسیت هست در ایران. بعد از جراحی و تغییر جنسیت، مریم ازدواج هم کرد که ناموفق بود. همه آرزوهایش برای یک زندگی بهتر به عنوان یک زن نقش بر آب شد. قبل از عمل هر کی منو دید میگفتن این چاچابی دختر هست، این پسر همیشه مثل دختر هست، زنون هست، یه زنه. بعد از عمل هر جا میخواستم احساس زنونی کنم یا هر جا یه تعریف ازم میشد، همه میگفتن این شبیه مرد هست یا مردون هست. مشکلات کمتر نشد، تازه بیشتر میشد. بیشتر شد از این لحاظ که من فکر کردم جامعه رفتارش با من بهتر میشه یا خانواده رفتارش با من بهتر میشه یا بعد از عمل دید جامعه به من عوض میشه، ولی هر جا میرفتم، اگه توی مهمونی میرفتم یه خوره لباسم خوب بوده، یکی ازم تعریف میکرد، یا خوب میرقصیدم، حتی غذای خوب درست میکردم یا هر کار دیگه ای، بلافاصله پیچش شروع میشد که میدونستین این مرد بوده، زن شده. حالا با گذشت چند سال میخواهم بدانم مریم درباره زندگی مردانش و گزینه‌هایی که پیش رویش بود چه فکر می‌کند. هرگز فکر نکردی که شاید به عنوان یه مرد همجنسگرا همچنان بتونی تو جامعه ایران زندگی کنی بدون عمل کردن؟ نه دیگه، بعد از تایید روانپزشک من فکر کردم من یه ذره باید چنج بکنم. قبلش چرا؟ قبلش فکر می‌کردم هستم، ولی خب می‌کردم یه گیم. خودم کشته بودم. به هیچ عنوان نمیتونست دیگه ایه سنی اصلا من وضعیت نمیشه. چقدر کتک، چقدر تحقیر. الان که فکرشو میکنم اگر شاید توی جامعه آزاد بودم شاید همین بودم، ولی عمل نمیکردم. مطمئن نیستم. چه گریه میکنی؟ همه زندگی میخستم، از همه چی خستم. پشیمونی همچین حس جالبی نیست، کسی پشیمونی رو دوست نداره، ولی حتی تصورش هم مشکله که آدم بخواد فکر بکنه که برد عمل تغییر جنسیت انجام بده، جنسیت خودش رو مرد باشه زن بکنه یا به زن باشه مرد بکنه و بعداً بفهمه دلایلی که به خاطرش این کارو کرده اصلا موضوعیت نداشته. وقتی که با ماری یا مریم صحبت میکنید یه حسی دارید که بعد از همه این ماجراها شاید تازه داره به خودش میاد. همه کسانی که در ایران روند تغییر جنسیت را آغاز می کنند، آن را تمام نمی کنند. در گوشه دیگری از کایسری به ملاقات زنی می روم که چند سال پیش قدم در راه تغییر جنسیتش گذاشت که مرد شود. دنیا 33 ساله، زنی همجنسگرا، وقتی نوجوان بود و اطلاعاتش کافی نبود هویت جنسیش را درک نمی کرد. نمی فهمید چرا مثل اکثر زنها نمی خواهد با مردان رابطه داشته باشد. پاسخ این سوالش را در ایران چنین دادند: تو یک مردی و در بدن زنانه گیر افتاده ای، باید تغییر جنسیت بدهی. از زمانی بگو که همه این ماجراها شروع شد. خب منی که تیغ می زدم موهامو کوتاه می کردم، دوست نداشتم مانتو بپوشم، دوست نداشتم شال بذارم، کلا میذاشتم، اصولا اسپورت میگشتم یا مثلا مراسمم کت میپوشیدم. خب بعد یهو میشد مثلا چه پلیس راهنمای رانندگی، چه پلیس ماشینه که نگم داشت، گواهینامه که نگاه میکرد، در نگاه اول فکر میکردم من یه پسرم.
چیز غیر از این فکر نمی‌کردن. ولی در نگاه دوم وقتی گواهینامه رو نگاه می‌کرد، اسم یه زنه. بفهمو بریم کلانتری. شما که اینجوری هستی بیخود برو چنج کن. بیخود اینجوری می‌گردی. برو تحقیق جنسیت بده. چرا اینطوری می‌گردی؟ از اولین باری بگو که رفتی متخصص رو ببینیم. من وقتی که به دکتر مراجعه کردم اولین بار، به خاطر اینکه خب کم سن سال بودم و هیچ اطلاعاتی در مورد خودم نداشتم، تنها خواستم این بود که پریود نشم. یعنی فکر میکردم اگه پریود نشم خب این هیته مرد بودنم خیلی بالاتره. واقعا مزاحم اصلی اون یه دونه رو میدونستم. درمانهای هورمونی دنیا 7 سال طول کشید. صدایش کلفت شد و صورتش پر از ریش. توی اون بحبوحه که شما میفرمایید من دوستشم عوض کنم، تغییر جنسیت بدم. چون اینقدر به این فشار می اومد و اینقدر چیز دوست داشتم این مسئله زودتر انجام بشه. وقت جراحی مرد شدن رسیده بود. دنیا اما همین جا ایستاد. اون نمیخواست مرد شود. توی ایران اینترنت نیست. باشم همه چی فیلتره. تازه به واسطه چند تا دوستانم که تو نروژ و سوئد بودن، تازه شروع کردم به تحقیق کردن. به واسطه چند تا دوستانم که توی ایران باهاشون آشنا شدم و اونا بعدن چنج کرده بودن، با اونا صحبت کردم. و همه باعث شد که بگم نه من یه لزبی هم هست. واقعا از خودم ناراضی نیستم. برمیگردی عقب تو اون مدت، تو اون 6-7 سال خودت رو یک زن همجنسگرا میدونستی یا فکر میکردی باید تغییر جنسیت بدی؟ همشون ماها به قول معروف توی ایران موش آزمایشگاهی هستیم. روی ماها همه کار میکنن. واقعا شاید بگم تا سن 30 سالگی این عقیده رو داشتم که حتما برم چنج کنم، حتما برم. ولی وقتی که خودم کاملا شناختم، دوستانم رو دیدم، اونا که چنج کردن رو دیدم، باشون صحبت کردم، دیدم چقدر ناراضی هن، چه مشکلاتی دارن. آفرین، چه قشنگ منظم چیدی. از یک ازدواج اجباری پیش از درمانهای هورمونی، دنیا فرزند پسری دارد. دانیال 12 ساله. دنیا و دانیال 2 سال است که در ترکیه اند و قرار است چند روز دیگر سرانجام به کانادا بروند، سرزمینی که به آنها پناه داده. دنیا بیقرار شروع زندگی تازه است. غده های سرطانی بزرگی در شکمش رشد کرده و نیاز به درمان فوری دارد که در ترکیه ممکن نیست. دنیا میگوید این غده های سرطانی یادگاری درمان های هورمونی است. حالا تنها امیدم اینه که میگن اونجا دکتراش خیلی خوبن. پیشرفت داروییشون بالاه. خوب میشه. 15 اکتبر. اما این فقط دنیا نیست که روزها و لحظه های ماندن در ترکیه را می شمارد. این جدول من درست کردم برای اینکه هر روز که میگذره موجه خطش بزنم. شنیدم جلو جلو هم خط میزنی. بله امروز از ذوقم جلو جلو خط زدم. خوشحالی داری میری؟ خیلی خوشحالم برای اینکه مامانم بره برسه، منم برسم برم مدرسه پیشرفت کنم. گفتنش واقعا مشکله. روی این جدول دور روز 15 اکتبر توی ماه مهر قلب کشیده شده و به انگلیسی که دیکتش هم غلطه نوشته شده روز سفر، بهترین روز زندگی ما در کانادا، در آرزوی زندگی بهتر به سر میبریم. خودم حسابدار بودم توی ایران. حالا برنامه حسابداریم و نمیدونم اونجا میتونم ادامه بدم یا نه، ولی خب آرزوم خیلی، یعنی آرزوی خیلی زیادی بود که اصلا همیشه داشتم و دارم و خیلی دلم میخواد ادامهش بودم، وکالت. در بیغوله‌ای دور افتاده کیلومترها دورتر از کایسری دوباره آرشام را میبینم در یک قبرستان. در 10 سال گذشته سازمان او به حدود 1000 ایرانی از اقلیت‌های جنسی کمک کرده تا جایی پناه بگیرند، اما لزوماً همه آنها به سرزمین آزادیشان نرسیدند. مرجان محمدی. مرجان محمدی. متولد 1984 میشه 1363. بله. 2013 هم فوت کرده میشه 29 سالش. این خیلی اتفاق بدی بود، نه تنها برای من بلکه برای خیلی از دوستانش اینجا، که چطور همه زندگی ما تحت خطر است، چطور ممکن هر لحظه ما بمیریم و هیچ کس به داد ما نرسه. مثلا مرجان یک نفر آدم بیگناه بود که فقط به خاطر جهل و نادانی و نپذیرفتن جامعه در گوشه دور افتاده از ترکیه به خاک سپرده شد.
مرجان، ترانسکشوال، پسری که میخواست دختر باشد، از ایران به ترکیه آمد اما بر اثر بیماری های مرتبط و ناشی از ایدز درگذشت. درست چند هفته قبل از اینکه به کانادا برود. هزینه برخورد ایران، جامعه، حکومت، همه چی با اقلیت های جنسی در ایران چیه؟ مسلماً هزینه‌شو نمیشه با پول مقایسه کرد. هزینه اینها زندگیشون هست. من صدها ایمیل در روز دریافت میکنم و این به نشونه این هست که اون افراد نمیتونن زندگی و حق حقوق پایه‌ای و اساسی خودشون توی ایران داشته باشن و میخوان راهی پیدا کنن برای اینکه بیان و اون هزینه رو به دست بیارن و بعضی مواقع هزینه این آزادی زندگیشون هست. مثل اینکه شما نمیتونی آزادی رو مجانی به دست بیاری، شما باید هزینه پرداخت کنی و هزینه دریافت آزادی برای این مدگر باشان ایرانی ممکن است حتی به قیمت جان ما باشه. به قطعیت که نمیشه گفت، ولی میشه حد زد که اگر مرجان توی کشوری به دنیا میومد و بزرگ میشد که تفاوت‌ها پذیرفته میشدن، شاید هرگز سرنوشتش به اینجا ختم نمیشد، یه قبرستون در یه کشور غریب. داستان‌هایی که در ترکیه شنیدم نتیجه برخورد ایران است و جامعه‌اش با همجنسگرایی، نتیجه استفاده بیجا از جراحی‌های تغییر جنسیت است برای همجنسگرایان. البته سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران این نیست که همجنسگرایان را مجبور به تغییر جنسیت کند، اما افرادی که ملاقاتشان کردم میگفتند که چقدر زندگی غیر قابل تحمل است وقتی جامعه‌ای تفاوت‌های فردی را نمیپذیرد و برخلاف دنیای آزاد همجنسگرایی را بیماری تلقی می‌کند.